به نام خداوند بخشنده مهربان. رحمت های پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیان مقام شهادت و شهدا. ستایش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: و شهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. نزد پروردگارشان صدیقین و شهدا هستند، برای آنها پاداششان و نورشان است. گواهی می دهم که نیست معبودی برحق جز الله یکتا و بی‌همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا بروز جزا. اما بعد، سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیروان خود را به سوی مقام های بلند و جایگاه های رفیع و بلند رهنمایی می کند. از همین روز که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم با بیان مقام شهادت و مقام والای آن اهتمام داشته است، بدون شک شهدا قهرمانانی هستند که با قناعت از جان خود گذشتن و جان خود را با اطمینان قربانی نمودن و در حمایت از دین و برای حفظ وطن اجر بزرگی از پروردگار جهانیان دریافت می کنند، چنانچه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. نزد پروردگارشان صدیقین و شهدا هستند، برای آنها پاداششان و نورشان است. و بار دیگر می فرماید: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بتردید الله از مؤمنان جانها و اموالشان را با بهای اینکه بهشت برای آنان باشد خریده است. همان کسانی که در راه الله می جنگند و کافران را می کشند و یا خود به دست آنها کشته می شوند، این پاداش به عنوان وعده راست و درست در تورات و انجیل و قرآن بر عهده او است. شهدا نزد خداوند جل جلاله و در خاطرات ملت ها و قوم هایشان زنده اند. خداوند متعال می فرماید: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وهرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند، نزد پروردگارشان روزی داده می شوند با آنچه خداوند از فضل و کرم خود به ایشان داده است. و پیامبر کرامی مان صلی الله علیه و سلم می فرماید: روح شهدا در بهشت در میان پرندگان سبز است، به هر کجا که بخواهند پرواز می کنند، سپس به چراغهای آویزان در زیر عرش پناه می برند. از برای مقام والایی که شهادت در نزد الله متعال دارد، پیامبر گرامی من ارزوی شهادت را بار بار دارد، چنانچه می فرماید: سوگند به کسی که جانم در دست او است، دوست داشتم در راه خدا کشته شوم، سپس زنده شوم، باز کشته شوم و باز زنده شوم و باز کشته شوم. چنانچه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیان داشته است که شهید آرزوی برگشت به دنیا را دارد تا بارها در راه الله شهید شود، مقام والای شهادت را بارها نصیبشان شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: هیچ کسی نمی پسندد بعد از داخل شدن به بهشت دوباره به دنیا برگردد به جز از شهید. او آرزو می کند دوباره برگردد و بارها کشته شود و این فضیلت و کرامت را بارها به دست بیاورد.
از رهنمودهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این است که با خانواده های شهدا تسلیت و غم شریکی نماییم و ضرورت های مادی و معنوی آنان خود را با خبر بسازیم و آنان را از درجات عالی و مقام های بلند شهادت بشارت دهیم. و از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم با من ملاقات کرد و به من فرمود ای جابر چرا تو را شکسته میبینم؟ عرض کردم یا رسول الله پدرم شهید شد و فرزندان و غرزی را از خود به جای گذاشت. فرمود ای تو را به آنچه خدا به تو داده مژده ندهم؟ گفتم چرا نه یا رسول الله؟ فرمود خداوند هرگز با کسی جز از پشت پرده صحبت نکرده و او پدرت را زنده کرد با او از بدون کدام پرده صحبت نمود. گفت ای بنده من ارزو کن و من به تو می دهم. گفت پروردگارا مرا زنده بگردان تا برای بار دوم در راه تو کشته شوم، چنانچه که الله متعال می فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. و هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. و چون زمانی که حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه به شهادت رسید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم 3 روز به خانواده خود مهلت داد. سپس نزد آنان آمد و به آنان فرمود پس از امروز بر برادرم گریه مکنید. سپس فرمود برادر زاده هایم را نزد من بخوان. و خطاب بانان گفت و آیا محمد به کاکای ما ابو طالب شباهت داشت؟ و اما عبدالله از نظر اخلاق و شخصیت شبیه من بود. سپس فرمود خدایا جعفر را بر خانوادهش رها کن و نامه اعمالش را در دست راستش بده. سپس همسر شهیدی حضرت جعفر رضی الله عنه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و بر او تذکر داد که فرزندانش یتیم هستند. نبی کریم صلی الله علیه و سلم به او فرمود یعنی از فقر بر آنها میترسی و من در دنیا و آخرت سرپرست آنها هستم. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. این از مقدر زیبای از جانب خداوند متعال است که سالگرد پیروزی های اکتوبر مصادف به ماه ربیع الاول باشد که در آن ولادت با سعادت محمد صلی الله علیه وسلم را جشن میگیریم. تا فرصتی باشد برای یادآوری رهنمودهای پیامبر بزرگوار ایمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در ارج نهادن به شهدایی که در راه دفاع از خاک و ناموس و میهن فداکاری کردند و روح خود را در نگهداری امنیت وطن به درگاه خداوند متعال قربانی کردند و رضایت خداوند متعال را به دست آوردند، چنانچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود دو چشمی هست که به آن آتش نمیرسد، چشمی که از ترس الله متعال میگیرد و چشمی که در راه نگهبانی در راه خدا بیمار بماند. و باز میفرماید آیا شما را به شب بهتر از شب قدر آگاه نکنم؟ نگهبانی که در سرزمینش خوف است و نگهبانی میکند و شاید به سوی اهل بیت خود بر نگردد. با این حال ما تایید میکنیم که وفاداری به روح شهدا ایمان ایجاب میکند که هر کدام ما در عرصه خود سرباز این ملت بزرگ باشیم و هر کدام ما از نهایت تلاش خود را در خدمت به او به کار گیریم و یک پارچه و با قلب متحد پشت سر ارتش پلیس و دیگر نهادهای ملی ما به امید اجر شهادت نزد خداوند متعال بایستیم، چنانچه که رسول الله می فرماید هر کی صادقانه از خدا شهادت بخواهد خداوند او را به درجات شهدا می رساند هرچند او بر بالین خود بمیرد. بار الهی تو کشور ایمان مصر و سایر کشورها را در پناه خود داشته باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.